کجا بخوای بذاری اینا؟ چی کار داری میکنی شما دوتا؟ یا خدا سلام، دنبال یه وسیله میگشتم. خوبی؟ داشتی چیز جاساز میکردی؟ جاساز؟ من ما قاچاقچی میخوایم چیزی جاساز بکنیم. چیزا من دیگه برم به همه با اجازت. زحمت کشیدی. خوبی میبینم جلد. خدا حافظ. فرخانو با اجازت. سلام. چه جلوی جلیل؟ بهمن، من خودم از پشت پنجره اتاقم دیدم با جلیل اومدین تو دوتایی، یه کیف دستتون بود، بعدم با عجله اومدین تو زیر زمین. چیکار کردی کیف رو؟ آها، پس میشینی پشت پنجره کیشی که منو میکشی؟ نه خیر، انتظارتون رو میکشم. دیر میای، زود میری، چیکار داری میکنین اصلا با جلیل؟ الان که داشتی چیزو جاساز میکردی. شک داری به من؟ نگرانتم. خب منم چی بودین که آوردی؟ باش، خب بدونی دیگه. چشاتو حامد بگم. ول کن بهمن، بگو. ببند. باز نکنی ها؟ نه با نکن. حواسم از باز نکنی ها؟ با نمی کنم. چشاتو باز کن. تولدت یه روز زودتر مبارک. نمیذاری آدم کارشو بکنه. مهمن ماشین تایپ خریدی واسه من؟ آره. دوست نداری؟ چرا عاشقشم. فقط تو کجا میدونی من ماشین تایپ دوست دارم؟ از اونجایی که وقتی برام نامه می‌نویسی انقدر عاشقانه و قشنگه، من فکر می‌کنم تو باید حتما نویسنده بشی. یه نویسنده چی لازم داره ماشین تایپ دیگه؟ خاطر ماشین تایپ گرفتم برات. دیوونه. من خوب می‌نویسم، فقط واسه اینکه تو می‌نویسم. چون پایت وسط قشنگ میشه. میگن اونقدر استعداد نداره. دیوونه. پس عزیزی باید فقط برای من بنویس که هم قشنگ میشه هم عاشقانه. احمد میگم اگه پرسیدن گفتن اینا که خریده چه بگم؟ خب بهمن خریده دیگه، فقط تولدت منم کادو خریدم. میگن بهمن خریده، نمیگن بهمن چرا شالی روسری کتابی چیزی نخریده یا ماشین تایپ خریده؟ فرق میکنه. خب فرق میکنه قربونت برم دیگه، بخاطر اینکه من حس میکنم مامان ابریشم و بابای بوهایی بردم. چیزی گفتن مگه؟ نه ولی من میفهمم. آقا اصلا اینو میذارم اینجا، نمیبرمش بالا. من برای تو یه شالی روسری یه چیزی میخرم، جدی میگم. بعد اینو دو سه روز دیگه بیار بیرون خود بگو که خودت خریدی. ها؟ خوب فکر کردم؟ پروین. بله ماما. برو فروغ از زیر زمین صداش کن بگو بیاد بالا کارش دارم. فروغ تو زیر زمین چیکار میکنه؟ بهت میگم برو بگو. چشم. خیلی خوب باشه. چشم. چیکار میکنه شما دوتا اینجا؟ فروغ خانم خوبه به شما گفتم ماما نبیشم چه اوقاتش تلخه. بعد دوتایی پاشدین اومدیم تو زیر زمین، نه به اینکه تا دیروز از ترس دون واسه همه چی به هم نامه میدادین، نه ماشالله الان قصد سر ندرسون دوتایی بلند میشین میان تو زیر زمین. این چقدر قشنگه. و من تو خریدی؟ به کسی چیزی نگی. به کسی چیزی نگی. اگه میخواستم بگم تو حالا گفته بودم. بیا بالا که حساب مامان از دستت کفریه. به نظر من که بو برده. فاتحتونم خونده است. بیا زودا. جانم سهراب چی کارت داشت؟ کار خاصی نداشت. وایسا ببینم چرا جواب سربالا میدی به من؟ چته اصلا تو؟ جانم یه چیزی هست میخوای به من بگی و نمیگی؟
ماما حالم خوب نیست. بابامو از دست دادم، نمیتونم از این بهتر باشم. اگه تو بابا تو از دست دادی، منم همسرم از دست دادم. چرا فکر کردی حال و روز من از تو بهتره؟ از روزی که منوچهر رفته انگار پتک خورده تو سرم، اصلا نمیفهمم چی شده، کجام. دیگه تو بدترش نکن. پروین بهت گفته شبی که بابات ما رو جمع کرده اینجا خودش کجا رفته بوده؟ خونه استاد بوده. نمیدونم چرا، چی کار داشته، دنبال چی بوده نمیدونم، ولی ما رو جمع کرده اینجا که خودش بره خونه استاد. از کجا میدونی؟ گویا اون شب سارینا که حالش بد میشه، دوستاش میبرنش میزنش پشت در خونه استاد، در میزنن، وقتی بابات در باز میکنه خیالشون راحت میشه میرن. چرا به من نگفته بودی اوضاعتون خوب نیست؟ چی میگی؟ همه پیامای اخیرتون رو تو گوشه بابا خوندم. چرا بهت گفته من آدم اشتباهی تو زندگی تو بودم؟ فکر و خیالای بی خودی میزد به سرش. یعنی چی؟ نمیدونم. دکتر بهش گفته بود به خاطر مشکلت باید کتاب بخونی. بابات هم رفته بود سراغ این دو سه تا داستان آخر من. یه موضوعاتی رو تو قصه به هم ربط میداد که واقعا ربطی هم به هم نداشت. بعد اخلاقش عوض شده بود، سر هر چیز کوچیکی به هم میریخت. میدونستی واسه خودش یه خونه جدا گرفته بوده؟ خونه؟ به تو گفته بود؟ تازه پیداش کردم. مدارکش تو ماشینش بود. با کسی یا تنها؟ تنها. یه تخت و چهار تا خرت و پرت ساده. تصمیمشو گرفته بوده. مامان بابا قلبش شکسته بود. میخواست یه چیزی به همون بگه. گفت یه سورپرایز براتون دارم، میخوام همتون باشین. آرزو داری؟ بانی بانی. چه آرزویی؟ تو رو بزنم. همین حالا وارد سایت تلویکا شوید و 7 روز تست کاملا رایگان دریافت. حالا من بگم بده بزنیم، شما میگی ما بزنیم؟ تلویکا. ماما دا یه جیغ بکش. خانم ببخشید، یه آقای رو بردن اینجا، گویا کتک خورده بوده. کتک خورده که اینجا زیاده، اسمش چیه؟ وحید منفره. آها، همون بنده خدایی که تو آشغالا پیداش کردن. تو آشغالا پیداش کردن؟ چه نسبتی باش دارین؟ رفیقمه. خانواده نداره؟ یه پدر بزرگ مادر بزرگ پیر داره که با اونا زندگی میکنه. پس با این سر زدیم بیاین پروندهش هم تکمیل کنیم. الان کجا باید برم؟ ته راه رو اتاق 303. ممنونم. چه بلای سر خودت آوردی؟ هر چی زحمت کشیدیم، تلاش کردیم، کار کردیم، همش به باد رفت. چی کار کردی؟ اینا کی بودن؟ نمیدونم. فکر کنم تعقیبم کردن. هر چی زدنم هیچی نگفتم. همه کمرم میسوزه. این ناموسا برق وصل کردن. نتونستم دیگه طاقت بیارم. پسپورت رو دادم رفت. همه امیدم این بود که جانا به تو خبر بده یه جوری یه کاری بکنه. گریه نکن. با گریه کردن تو یه قرون از اون 20 میلیارد بر نمیگرد.
به منفرد، من هر جوری شده این آدمایی که اینجوری گند زدن به زندگیمونو باید پیدا کنم. پس حواستو جمع کن و هر کس و هر چیزی که شک داری به من بگو. کجا رفتی؟ با کی اومدی؟ کجا مست کردی؟ دهن لقتو باز کردی؟ هرچی با من اینجوری حرف میزنی، من که هر کاری کردم هر جا رفتم تو در جریان بودی. خیلی هاشم در جریان نبودم، دونه دونه داره معلوم میشه. کدومو نمیدونستی؟ اگه قضیه جانا رو میگی که اون اصلا کلن فرق داره. میخواستم بهت بگم روم نشد، با خودم گفتم نمیخوام اصلا فکر بد راجبم کنین و سلامتی 20 سال رفیق ما. همه کارهایی که کردی رود نشده بگی رو همین الان بهم بگو تا رفاقت اون به گوه نگرفت. سلام. من برم ببینم این پرستاره چی کار داره. و عزیز آقا جون یه زنگ بزن، گناه دارم پیرزن پیرمرد نگران میشن. همه اونایی که نگرانت بودن زنگ زدن، نمیبینی دارن دونه دونه میان؟ خوبی؟ خوبه. عصبانی معلومه. چه بهت گفت؟ تو چی گفتی بهش؟ گفتم چند وقت هم دیگر رو میبینیم، یه چیزایی باید بهش میگفتم. اینا کی بودن منفرد؟ چرا این بلا رو سرت آوردن؟ چرا امروز همه تون دارین از من بازجویی میکنین؟ نه نگاه به خودت بکن، چجوری بردن زدنت؟ چجوری پیدات کردن؟ هزار تا سوال هست که باید جواب بدی، مگه اینکه نخواهی بگی؟ به پلیس زنگ زدی؟ لازم نیست. حتما یه خلافی کردی که لازم نیست به پلیس بگی دیگه. وگرنه واسه از این کمترم به پلیس زنگ میزنن. جانا. این لیست وسایلی که من احتیاج دارم. این همه وسیله؟ به من گفته بودن یه اینترنت خوب و یه کامپیوتر داشته باشین، میتره کنین. اشتباه برزتون رسوندن. حتماً تو. آقا خیلی من بفرمایید. خیلی خوش آمدید. خیلی لطف کردید. روزتون بخیر. بفرمایید، بفرمایید. خداحافظ. نشد نه؟ نه، خیلی سخت شده واقعا. بفرمایید، خواهش میکنم. خسته نمیشین اینقدر توضیح میدین؟ من عاشق توضیح دادنم. هر وقت در مورد فرشا حرف میزنم انگار دارم عشقمو دوباره مرور میکنم. البته آدم عشقشو نمیده بره. چرا؟ گاهی اوقات میده بره. فکرشو بکن یه دختر داری، انقدر عاشقشی، این همه براش زحمت میکشی، درو خشکش میکنی، اما باید بدی بره، برای اینکه به اصل خودش باید برگرده. این لیستیه که خانم جودکی دادن برای چیزایی که احتیاج داره. عطا جان شما اینجا همه کاره ای، اما چشم، منم یه نگاهی میندازم. غیر از عکاس که فکر میکنم داریم، باقی چیزا رو براشون تهیه کن. سارینا نومه، دختر عطا جان، عاشق عکاسیه، یه دوربین بزرگ و حرفه‌ای هم داره. تینیجره دیگه. اشکال نداره، فقط اگه از نظر شما مشکلی نباشه بعد یک بار تستش کنم. به هر حال کیفیت کار برای ما خیلی اهمیت داره. آره حتما تستش کنین، اما خواهش میکنم به منم یه توضیحاتی بدین. میدونین پول خرج کردم برای من بدون اینکه بدونم دارم چی کار میکنم یکم مشکله. حق داری. یه چیز دیگه هم که برام خیلی مشکله اینه که شما رو خانم جودکی صدا کنم. اسمت خیلی قشنگه، دلم میخواد صدات کنم مهتاب. من خوشحال میشم. بهمن جان گل سلام داداش، خوبی؟ چطوری؟ اولگا چطوره؟ اونم خوبه، عالی. اوضاعتون رو راست؟ بهتر از این نمیشه. شما چطوری؟ کجایی؟ خونه ای؟
من شرکتم، همین زنگ زدم بپرسم ببینم که خبری نشد، اتفاقی نیفتاد. خیلی عجله داری، ایران هم همچین خبرهایی نیست. آه نمیفهمم، حقیقتش اینه که بعد این همه سال نمیدونم چرا الان انقدر دلم حواس ایرانی کرده. ببین، یه چند تا از دوستان که آدم های با نفوذی هستن و خیلی کار درست و کار بلند، گفتن فعلا نیای ایران بهتره. البته اینم گفتن چون خیلی وقت از این ماجرا گذشته شاید بشه یه کاریش کرد. خب لطفاً بهشون بگو یه کاری بکنن، چون اگه نکنم من میذارم به سیم آخر خیلی همه چی میذارم، خودم بلند میشم میام ایران. نه این کارو نکنی بهتره. باشه یکم صبر داشته باش ببینم چی کار میتونم بکنم. باش پس من منتظر خبرهای خوب دستم. باش گرگ سلام برسون. خداحافظ. باش خداحافظ. شما هم سلام برسون. عطار رفت بانک، منم دارم میرم خونه. این روزا نمیدونم چرا زود خسته میشم. میگم زیاد با این خانم جودکی قاطی نشو، بذار یه مدتی آزمایشی کار بکنه، اگه دیدی به درد نمیخوره ردش کن بره. دختر خوبیه ها، به نظرم میاد کارش هم خوب بلده، اما راست میگی یه چیزی تو چشاشه که یکم منو میترسونه. من که زیاد دقت نکردم، فکر میکنم برای قضاوت کردن کم زوده. خیلی خوب، من رفتم. خدافظ. خدافظ. چه غلطی بکنیم بابا؟ تو چرا انقدر ترسیدی؟ من فقط گفتم ریختن سعید مطلبی و رضا نصرتی و جلوی در دانشگاه گرفتن. همین یعنی جلوی در خونه شما نرفتن؟ نمیدونم. نمیدونی یا نمیخوای بگی؟ ببین بهمن یه چیز میگم، نترسی ها. صبح مامانم میگفت دو نفر لباس شخصی اومدن دم خونه ما. یا الفاظ من مطمئنم میان اینجا. بابا با من کار دارن، دم خونه ما اومدن. اینجا برای چی بیان؟ به خاطر اینکه هر کاری که ما تو اون دانشگاه کردیم با هم دیگه بوده. من مطمئنم میان جلو در این خونه میان میگیرن و من بدبخت میشیم. من میدونم ما بعد از اینجا بریم، اینجا دیگه هم نیست. کجا بریم؟ نمیدونم، من فقط به داش رشیدم بگم ببینم اون چی میگه. که چی بشه؟ به خاطر اینکه اون تنها کسیه که میتونه به ما کمک بکنه، اون کلی آشنا داره، فقط باید به اون بگم. من نمیدونم. نمیخوادم بدونی. نمیدونم. تو فقط همینجا باشی، من برم خودم یه زنگ بهش بزنم بیام. کجا میری مامانی؟ دارم میرم پیش یکی از دوستان. دقیقاً کدوم یکی از دوستات؟ چه فرق میکنه؟ تش میخوای بگی نه دیگه. من مامانی هم که علکی به کسی بگم نه نیستی؟ از تو بپرسن تو چی میگی؟ من چه جوریم؟ از من بپرسن میگم مامانی هستی که به سفارش بقیه میخواد با من رفاقت کنه ولی همین کارم نمیتونه بکنه. تو معلومه از بیرون رفتن من هپی نیستی. معلومه که هپی نیستم، معلومه که خوشحال نیستم. مردون پروین خوشحال هپی خوش باور با اون کاری که تو باهاش کردی. فکر کردی من دوست دارم تو حالت خوب نباشه؟ فکر کردی من دوست دارم که تو اوکی نباشی؟ ولی تو خودتو میندازی وسط مشکلایی که برای منن. خره من مامانتم، من وسط مشکلاتی هم که برای توئه. خب اصلا یکی از وظایف مادرها اینه که نگران بچه‌هاشون باشن، وگرنه به کمال نمیرسن. اینو بفهم.
با این جمله های زیبا چرا به جای خاله فروخ تو کتاب نمیدی؟ من اگه قرار بود کتاب بدم که بابات بعد همه این خونه رو میکرد کتاب خونه. آره چون کسی نمیخریدشون مجبور بودیم اینجا رو بکنیم انبار کتاب. حالا وقتی رفتی تو اتاقت میفهمی جزای مسخره کردن. اذیتم نکن مامان باید برم. برو تو اتاقت. کار دارم بهت میگم. خودت برو تو اتاقت. فکر میکنی من شوخی دارم؟ کجایی عطا؟ من الان جلو بانکم میخوام برم داخل. چیز شده؟ نه کارت تموم شد یه زنگی به من بزن در مورد سارینا باید کار دارم. برای سارینا اتفاقی افتاده نگران شدم. نه هیچیش نیست نگران نشو. لطفاً یه موقعی نگران شو که باید نگران بشی خب؟ نه الان که ور دل من تو اتاقش نشسته. خداحافظ. گازشو بگی بریم. علیک سلام منم تو رو دوست دارم. سلام بریم دیگه. به مامانت گفتی؟ آره. سارینا میدونی من از دروغ متنفرم. من دروغ نگفتم. تو خودت همیشه میگی من تو باید با هم دیگه اینه دوست بشیم. باشم کی جرأت داره بهش بگه میخوام برم در خونه پریسا اینا وقتی همین رفته اومده رو باش ممنوع کرده. تازه خودت هم گفتی بهش نگو که میخوای بیای دنبالم. انم را بیوف. عجب. بس بذار دقل بهش بگیم با منی که خیالش راحت بشه. خیالش راحته فهم میکنه من تو اتاقم. بهش نگفتی داری میای بیرون؟ چرا ولی خب اجازه نداد. ای 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 دل و جرات تو به کی رفته؟ به شما. عجب. سارینا از فردا میخوام یه کاری بهت بسپارم. مجوز بیرون موندن از خونت هم با من. چه کاری؟ عکاسی. میخوام یعنی یه عکسای بگیری خفن پوز بزنی و بهتره کنی. میتونی یا نه؟ میتونی یا نه؟ میتونم. دست سوخته کچل. بفرمایید. احوال شما استاد. یلا فرشباف هستم. بله به جا آوردم. شمارت رو سیو دارم. امروز ما قرار مصاحبه داشتیم اینجا اما الان آدرس دیگه ای رو فرستادین. میخواستم بپرسم که منظورتون چیه؟ نه منظور خاصی نیست. راستش من فقط توی منزل خودم مصاحبه میکنم. زحمت بکشین تشریف بیارین اینجا ممنون میشم. اگر لازمه و پیدا کردن آدرس مشکله ما هم بلدیم لوکیشن بفرستیم. بله باشه پس فعلا. این شگردشه. مصاحبه رو با اکرا قبول میکنه. نیم ساعت قبل از مصاحبه بهت تکست میده یه آدرس میفرسته که بری اونجا. توجه نمیشم. یالا جون مثل این که اصلا تو باغ نیستی. من فقط اومدم اینجا گوشی رو بدم دستت بهت بگم گول این مار خوش خط و خال رو نخوری. من میخوام یه آدم رو رسوا کنم. امیدوارم تو هم همراهی میکنی. بودو زود بیا. ده تا پلک بزنیم. یک دو سه چهار بودو. باشه. الو. آره من رسیدم در به در. در بزن. آره در باش. کجا باید بیام؟ پارکینگ پارکینگتون کجاست خب؟ میموردی خبر مرگت خود میومدی؟ اوکی باشه. سی تومن بده بهش بره. تو اینجا چی کار میکنی؟ چه سربازیه؟ سی تومن بده موتوریه رو را بنداز من خستم. عجب بفهم خیلی من دست شما دادن تو جلوی بانکی دیگره؟ جلوی بانکی
هی میگم خدایا این بچه برای چی اینقدر دروغ میگه؟ خوب که فکر میکنم میبینم بعد از یکی یاد گرفته باشه دیگه. اشکالی داره من رسوندمش الان؟ ها؟ بعد الان حالت بد نیست، نگران نیستی؟ بالاخره باید به یکیمون اعتماد کنه دیگه. آره که اون آدم خوبه همیشه توی منم اون مادر جلاده بد اخلاقه بیشوره. پروین تو بسیار مادر خوبی هستی، فقط تنها اشکال دینه که نمیدونی با بچه ها چجوری باید رفتار کنی. مگه من نگفته بودم رفت آمد با پریسا تعطیل؟ کولش و وسایلشون شب مهمونی جا مونده بود دست به درک. بهش گفتم با هم دیگه میریم میگیریم، بد کردم. خب برای چی اینا رو به من نمیگه؟ برای چی به من نگفت؟ آقا بیداد را ننداز، اومد بیا اومد نگی بهش تقریبمون کردی، زشته. زشته؟ صدا در نیاد. چی کار داری میکنی؟ هیچی نگو. عجب پاپ. پولتو گرفتی دیگه، باش کاری نداری درسته؟ ببین سارینو، منم مثل مامان دیگه دوست ندارم تو با این دختر رابطه داشته باشی، مفهومه؟ بریم تو پروین جونت خاطی نکرده. پروین جون مامان شماست، حق داره اگه نگرانت باشه. تو هم حق نداری اینجوری قضاوتش کنی. نه من قضاوت نمی کنم. چرا دیگه داری قضاوت میکنی؟ نگران نشه، براش خوب نیست. آفرین که مامان تو درک میکنی بابا جان، آفرین، باریکلا. فقط میدونی مشکل کجاست؟ همینقدری که من ایشونو درک میکنم، اگه یه سر سوزن مرا درک میکرد، انقدر گیرای علکی بهم نمیداد، وضعیت من الان این نبود. من گیر علکی دادم؟ نه بگو. من فروختین اینجا چی کار میکنه؟ بابا من خودم هم شوکه شدم، این یهو پرید تو ماشین نشست. حقم داره نگران باشه، بی اجازه زدی بیرون. آخه میدونی مشکل کجاست؟ من چه با اجازه بیام، چه بی اجازه بیام، چه خبر بدم، چه خبر ندم، کلا مدلش همینه، همیشه نگرانه. من بی خود نگرانتم سارینا. آره؟ بابات که بهت اعتماد کرد، بهت اجازه داد بری مهمونی خونه دوستت، جوابشو چه جوری دادی ها؟ هم جون خودتو انداختی تو خطر، هم بقیه رو. اینا رو بفهم سارینا. منوچهر اگه اون شب تو رو نبرده بود، شاید تا الان زنده بود. بریم. تو یه ندو بدم، تو میفهمی که جون تو میخوام اگه بندازی یه نگو بم، یه نگو به من از سر تسمنم و قلم و اسلحه پس گنده تو با من میگه بده تو خفشو بس گرو گنده سازمان سیاه دیگه روی بوشور شست به طرف تو خوری بال خوب پشتم صف بس دیگه همه منو میشناسن، حتی اگه کسی نیست با من بدون اون بالاست شاد دی تو تنهام اون بالاستان، منم و قلم و رب، منم برق و شب، جب زدن غلط و رد رد زدن غلط و بدخه، وقتی که بوم 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 میگی خوب بود صدا رو میدی بالا با ماشین گاز میدی جون جون، وقتش میتونی مثل من خواننده بشی جون جون، میگی تیتونی شعر بده من میگم پول کو خوب بود که قلم منه که بلد کلم کلم به طرف هدف سرم یه مشفه آمیان تا بعد شاید دستمونو بذار زمین با خیال راحت راحت، اگه فکر میکنی راحت به صدا مادت لکوچو بند پوریا هات باید دوباره بگیری خوب بود ولی دوباره میگیری دوتانی ببین خوبه ولی انرژیش کمه، خب احساس بیشتر بذاری. چطوری؟ خدا چطوری؟ خوبم، اصلا فکرشو نمی کردم بیای. دیگه هر جوری بود اومدم. کی اومدی؟ دیر، الان رسیدم. لباسمو دیدی با ماشین سته قشنگه. حرکت زمان بیشتر مخاطبت باورت کن. حل یه بار دیگه میگیرم. حل فقط من یه دقیقه برم برو سری بیام خود میفرم برو. تیتانی سینا، سینا تیتانی. تو همون رفیق کاسکتی که کیانا میگفت؟ خوبی؟ سی حالا واقعا میشناسیش یا تلفنی و اینا؟ حالا حده که باید میشناسمش. خب خیلی خوبه، داشتیم با بچه ها نگاه میکردیم قرار ویدیو رو بدیم پابلیکش کنه. حالا یه میلیون فالوورش واقعیه کیانا، یک ساله اینجوری شده. ده ما بعد قیمت و اینا چی باید با تو سینکشیم؟ حالا اونا رو به موقعش ردیف میکنم. سیتا بیا مالی. حل من برم بلا بیا امروز بریم؟ تو واقعا میخوای این کار برام انجام بدی؟ مطمئنی؟ چی؟ یکی آنها که بیشتر نداری؟ بذار من برم پلان ها بگیرم یا فقط تو مطمئنی دیگه؟ برو دختر.
هله هله بریم بچه با انرژی. بچه آماده این؟ بوربی 3 2 1 حکم. فقط رو لپتاپه؟ مطمئن عکس‌ها جای دیگه ای نداره؟ مطمئنم عادتش همه رو فقط رو لپتاپش نگه داره. بوتی که؟ لومونبا. بعد ببین تلفنش تای مغازه است دیگه، از این بی سی میا که نیست. مطمئنم سینا، مطمئنم. میخوای اگه اصلا ترسیدی به خیالشیم نری. نمیترسم، میرم. بیا اینا رو بگیر. بگیر. فقط ببین 10 دقیقه دیگه زنگ بزن بوتیک، خب؟ 10 دقیقه دیگه. سینا تو خیلی دوست خوبی هستی. من دوستت هم؟ دوستیم دیگه، پس چی؟ دوستیم. داداش سلام. سلام، خوش اومدی. جونم در خدمتم. ببین شلوار میخواستم. همین جون داداش این در رو میبندی؟ صدا رادیو رو نرمم. باشه داداش. عقل ندارم به قرآن اینا. جین میپوشی دیگه؟ آره جین. 38. 38 آره. اتفاقا یه چند تا کار جدید برام اومده. اینا رو ببین چطوره. اینم جک انجامز یه در میون تو همه جورنال ها هست. کارش عالیه. کپش هیولاست. سالا تلفن. کیه؟ خودت جواب بده. داداش جواب ما رو نمیده که. خودت جواب بده دیگه آجی. الو. این یه پا بزن. برو اونجاست. الو الو. حرف نداره. الو الو داداش میگم جواب نمیده دیگه. قطعش کن بره. هلش کن بعدا خودم زنگ میزنم. بیمه عجل ندارم اما راحت باش. اول مشتری. داداش اینجا این حرفا نداریم. رئیس جمهورم باشه باید فاست پشت خط. اینو یه پا بزن پلو خونجا. این 38 بود دیگه. آره یه پا بزن. آره دمت گرم. آره داره 38. سالار جون، داداش من یه سیگار بکشم بیا. داداش به، چقدر بهت میاد. دمت گرم. بانکم خودتی، عکس تو رو باید بذارن رو جولنار داداش. دمت گرم. ببین، فقط یه چیزی جان؟ یه چند تا تیشرت لانگ داری به من بدی؟ حالا مشکی باشه عالی میشه. آره؟ بیاریم بالا بهت بدم. میشه خودت بیاری؟ سلیقت هم که درجه ای که حتما، الان برات میارم. Thank you.
کجا رفت؟ کجا رفت؟ کجا رفت؟ مثل سگ میدوه بیشرم. آره خیلی تو میده. آقا ببخشید. سلام. من با نایت خانم کار داشتم. اگه واسه دیدن لوکیشن اومدین ما دو هفته اینجا کار داریم. نه نه با خودشون کار دارم. تو بفهم. خدمت. آقا بهرامی. چی شده بابا؟ چیزی نشده بابا. چی شده؟ هیچ بچه رو باید نرفت شد. بهمن سلام باش. سلام. چی شده؟ نترسی چی نشده میشی؟ من نمیترسم خود داداش، من کاری نکردم که بخوام بترسن. ولی اونایی که دنبالت میگردن اینجوری فکر نمیکنن. اگه شما باشون حرف زدی جلیل و دوتا از دوستا رو گرفته یه چک بخوابونن توی گوششون تا آخر شب لود میرن. تازه الانش هم زیادی داریم لفتش بودیم. من فکر میکنم همین امشب باید بری. برم؟ کجا برم داداش؟ به روح بهرام، به جون خودت من کاری نکردم. نهایتش چند تا از این بیانیه های دانشجویی و تحسن های دانشجویی بوده، اونم یه جرمی سنگین نیست. ببین این روزا هر کسی رو به هر جرمی بگیرن خلاص، اوضاع خیلی خرابه. من یکی رو میشناسم که میتونه ببرتت خارج، تضمینی. اگه همین امشب حرکت بکنیم دمدمای صبح میرسیم لب مرز، بعدم میتونی بری. آخ نمیخوام برم داداش. وسایل رو جمع میکنی همین امشب بیریم. همین. چی شد؟ چیه؟ یکی رو از دوستش رو گرفتن، ممکنه اعلامشون رو کنه. خاک بر سرم. تنانم ممکنه بیان سراغی. الان چی کار کنیم ما؟ چهار بیمیدم نکن خرجش نمیره. چی کار کنیم؟ نمیدونم، یکی رو میشناسم شاید بتونه بفرستشون بره مرز. از عکسات بهتری. مهتاب میگفت نمیتونی برگردی. برگشتم. اشتباه کردی. اگه به خاطر مهتاب برگشتی اشتباه کردی. مهتاب خودش با این موضوع کنار اومد، یعنی نتونستیم بیشتر از این، هرچی تلاش کردیم نشد. نیومد کنار، نیومد کنار، نیومده که همه این سالها با دارو و قرص و روانشناس سر پاس. روزی که تو فرودگاه میذاشتمش بیاد پیش تو، یه دختر سرخال سرزنده عاشق بود. بعد از چند سال که برگشت تو فرودگاه، یه زن بزرگ شکست خورده تنها. بد کردی. فقط دو سال با هم دیگه بودیم، هر کاری کردیم نشد که نشد. دو سال با تو بود، بقیهش به فکر تو. مهتاب میگو به خاطر این جدا شدین که تو دنبال دختر صابخونه قبلی بودی. برای چی کشوندیش اونجا؟ من بهش عادت کرده بودم. اون تنها صدایی بود که منو به اینجا وصل میکرد. من با اون تلفنی حرف میزدم، ولی تو ذهنم چهره یه آدم دیگر رو تجسم میکردم. من با کلی سوال برگشتم، اومدم دنبال جواب اونا.
پس به خاطر مهدا بر نگشتی. مهمونی عزیزی، 2 سالم شوهر دخترم بودی. به خاطر مهدابم بر نگشتی. فقط برو. من از شما یه نشونی میخوام، بعد میرم. مگه نشونی داشتم همون سالها بهت میدادم. از وقتی این خونه رو خریدم هیچ کس رو ندیدم. نمیدونم کجان، نمیدونم چی کار میکنن. اصلا هم برام مهم نیست. فقط مهتاب برام مهمه. نمیخوام ببینتت. مخصوصا که به خاطر مهتابم برنگشتی. میشه قبل از رفتن یه نگاه به زیر زمین بندازم؟ یه چیزی از گذشته جا گذاشتم. من که اومدم اینجا همه وسایلو برده بودن، هیچی نیست. حالا اگه اشکال نداره من یه نگاهی بندازم. ترین سریال ها و فیلم های سینمایی ایران با تلویکا. تلویکا.com. 4-5 خوبه دیگه، 4-5 تومن خوبه، زیاد هم نمیدهیم همین. آره دیگه، ماشین رو پارک کنی اینجا، بعد نهار و شام. آقا بریم. اگر شام برسیم بلا شما مثل شام برسیم شام هم. آقا بریم؟ کجا برم آقا؟ برو هتل. خنده دوری در یاد، تو قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن، من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داد ای داد. عکسی که پر از رویا بود در خاطره‌ای تار افتاد، عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد، داد از دل من داد ای داد. آمدم تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمدم تو به داد دلم برسی، چو پرنده زخمی بی پر و بال رها شده از قفسی. برسی به قرارم،
ترسم از این که زمان نگذار، چون دست گلی برسی به مزارم، باید که شبی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم، میترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم، آمده ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی، آمده ام تو به داد دلم برسی، تو پرنده ی زخمی بی پر و بال را شده از قفسی.